سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام با هم دیگه دستگاه پولیش از برند ادون با اسم EPXND180 رو با هم دیگه بررسی کنیم. با من همراه باشید. همونطور که گفتم تو این ویدیو قراره بهتون یک دستگاه پولیش معرفی کنم، اما این ویدیو فقط مخصوص تست و بررسی این دستگاه نیست. اگر شما هم مثل من قرار از این دستگاه به عنوان سنباد زن استفاده کنید، در نهایت فرقش رو با سنباد لرزون گردونم بهتون میگم. اما قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اگر اولین ویدئویی که داری از این کانال تماشا میکنی به کانال ماشوبه خوش اومدی. اسم من ادریسه و تو این کانال ویدئوهای مختلف از وسایل چوبی درست میکنم و در کنارش یه سری ویدئوها رو اختصاص میدم، مثل معرفی کردن دستگاه نجاری و یه ترفندهای خیلی کوچیکی که اگر بلدم سعی میکنم بهت یاد بدم. اگر اینجور محتوا رو میپسندی خیلی خوشحال میشم که کلید سابسکرایب رو بزنی و عضو کانال هم بشی. من دوربین رو میارم جلو و اول کارتون رو باز میکنم، قطعات دستگاه رو بهتون نشون میدم و بعد میریم سراغ تستش و تفاوتش با سنباد لرزون. از کارتون دستگاه شروع میکنیم. همونطور که گفتم اسم دستگاه EPXND180 که این 180 به 180 میلیمتر اشاره داره که پد سنبادش 18 سانتی متریه. بریم سراغ خود دستگاه. یه پد پوست‌بره داره که برای پولیشه و فکر نکنم به کار من بیاد، برای این بازش نمی‌کنم اصلا. یه پد سنباده داره که 18 سانتی متریه و دو تیکه هم هست. البته این دو تیکه بودنش فکر نکنم مشکل خاصی باشه، چون توی اکثر پولیشرهایی که من دیدم دو تیکه است. این هم خود دستگاه. دستگاه تقریبا وزنش 3 کیلوگرمه و 6 سرعت است. قفکان پاور داره، زغالکیه و یه قفکان شفت هم داره که خیلی راحت قفل رو نگه می‌دارید و پدا رو باز و بست می‌کنید. تقریبا تمام قطعاتش توی پولیشرهای مختلف یکیه و فرق خیلی خاصی نداره. سرعتش هم از سرعت 1 تا سرعت 6 داره و این بالا هم براتون نوشته که روی هر سرعت چند دور بر دقیقه میچرخه، از 600 دور تا 3000 دور بر دقیقه که نهایت سرعتش هست میچرخه. یه دونه هم دستگیره داره که از بالا خیلی راحت به دستگاه وصل میکنید و کار پولیش یا کار سنباده کاری رو انجام میدید بسته به پدی که روش میبندید. بغلش هم برای دستگیره دیگه هم جا داره، یعنی دستگیره دیگه که از بغل هم بخواید بگیرید میتونید جدا تهیه کنید و ببندید توش. این هم داخلش یک دفترچه راهنما و دو تا زغال اضافه هم داره که اگر بعد از عمری این زغالکاش تموم شد خیلی راحت تعویض کنید. بریم با هم دیگه دستگاه رو، من دستگاه رو وصل میکنم و با هم دیگه دستگاه رو روشن کنیم، سرعت مختلفش رو ببینیم و در نهایت هم با سنباد لرزون مقایسهش کنیم و یه تست هم ازش بگیریم ببینیم به چه صورت کار میکنه. متاسفانه من سایز پیچ دستگاه رو نداشتم که دستگیرش رو ببندم. بدون دستگیره براتون تستش میکنم، اما کار خاصی نداره. دستگیره رو که جا بزنید دو تا پیچ داره که میبندید به این طرف و این طرف و دستگاه رو میتونید با دستگیره استفاده کنید. نحوه بستن پدم که شفت رو نگه میداریم که قفلشه، قفل شفت و بعد خیلی راحت پد رو میبندید. یه ذره هم فشار میدید صفر بشه تموم، نیاز به آچار هم نداره. خب بزنیش به برق و سرعتاش رو تست کنم براتون. از سرعت 1 شروع میکنم بعد دونه دونه میرم بالا. یک خرخر خیلی خیلی ریز داخل خود دستگاه اتفاق میفته که من فکر میکنم به خاطر گریسکاریه و مشکل خاصی نباشه.
حالا میخوام تستش کنم روی چوب و تست بگیریم ازش. اما من پد سنباده پشکورکی 18 سانتیمتری ندارم، یه پد دیگه دارم که کوچکتر، اونو میبندم با سنباده روش و با اون تست میگیریم ازش. خب بریم سراغ تست دستگاه. روی کار چوب رو ببینید که چقدر خرابه و واقعا نیاز به سنباده کاری داره. ماسکتون رو فراموش نکنید، حتما ماسک بزنید و بریم سراغ سنباده کاری. سنباده کاری رو میخوام بین سرعت 3 تا 4 تست بگیرم. خب این تفاوتیه که توی سنباده کاری میبینید. فرق اصلی این دستگاه با سنباده لرزونم توی سرعت چرخششه. پولیشر به خاطر صاف بودن چرخشش و سرعت بالایی که داره میتونه سنباده زن خیلی خیلی خوبی باشه و سرعت کارتون رو خیلی بالا میبره. و از طرفی اگر وارد نباشید و صاف روی خود کار قرارش ندید، یه طرف کارتون میخوره و طرف دیگهش رو باقی میذاره، یعنی بالا پایین براتون ایجاد میکنه. اما اگر بلد باشین باش کار کنید، حداقل سرعت کارتون رو 2-3 برابر انجام میده. یعنی من اگه میخواستم این نتیجه رو روی سنباده لرزون گردون بگیرم، حداقل باید 2-3 برابر این تایم رو زمان میذاشتم تا برسم به همچین نتیجه ای. تازه این سنباده هم که گذاشتم روی دستگاه 220، تقریبا میشه گفت سنباده نرم یا متوسطی هستش، چون من سنباده کاریامو از 60 یا 80 تازه شروع میکنم. پس میشه گفت که میشه شما از دستگاه سنباده زن، از دستگاه پولیشر به عنوان سنباده زنی اولیه استفاده کنید و از دستگاه سنباده لرزون گردون به خاطر نرمی کارش و سرعت چرخش آهسته که داره سنباده زنی نهاییتون رو باش انجام بدین. من تا قبل از اینکه این دستگاه رو بگیرم و برای شما تستش کنم، تمام سنباده کاری‌ها رو با سنباده لرزون گردون انجام میدادم و مشکلی نداشتم اصلا. شما میتونید توی ویدیو قبلی نگاه کنید که نتیجه کار خیلی خوب از کار در میامده، اما زمان سنباده کاری من خیلی زیاد بود و با این دستگاه ایشالله از این به بعد سنباده کاریم خیلی زمان کمتری ازم. اگر از این ویدیو خوشت اومد لطفاً ویدیو رو لایک کن، این کار به من خیلی انگیزه میده، در کنارش باعث دیده شدن این ویدیو به افراد بیشتری میشه. اگر از این کارها خوشت اومد لطفاً کلید سابسکرایب رو بزن، در کنارش میتونی کلید زنگوله رو هم بزنی، چون من هفته دو تا ویدیو آپلود میکنم و اگه کلید زنگوله رو بزنی به محض آپلود ویدیو جدید یوتیوب بهت خبر میده. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.